آغاز بهار و آغاز نوروز باستانی رو به شما هموطنان گرامی تبریک میگیم. بله، بازم بهار از راه رسید و زمستان رو پشت سر گذاشت. یک سال گذشت، آسان نگذشت ولی گذشت. در خدمتتون هستیم با بهاری دیگر و با نوروزی دیگر. مهمان بسیار عزیزی دارم. این روزها روزهای خوبی است، چون که عید دیگه. مثل همیشه عید دیدنی نمیریم، مثل همیشه دست جمعی عید دیدنی نمیریم، یعنی نمیتونیم بریم. به هر حال با اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد، یکم مقررات عوض شد، یکم عادت ها عوض شد، ولی سفره هفت سین کماکان چیده شد، در همه خونه ها چیده شد. نوروز کماکان جشن گرفته میشه. بهار همچنان از راه رسید و ما هم مهمانان عزیزمون رو همچنان در برنامه ها میزبان هستیم. اما دونه دونه، مثل سالهای گذشته نمیتونیم چند نفری کنار هم باشیم، ولی میتونیم مهمان داشته باشیم و میزبان شما سروران گرامی در منازلتون باشیم. مهمان امروز برنامه من در سال جدید یکی از وکلای خیلی خوب شهر تورنتوه و این وکیل استثناءن دوست خیلی خوب من هم هست، به این دلیل که وقتی ما کیسای زیادی رو در دفتر ایشون با هم انجام میدیم و کار میکنیم و دوستی داریم، این کیسا هر چقدر موفق میشن و این سابقه خیلی خوب و خوب و خوبتر میشه و شفافتر، این دوستی محکمتر میشه و ما اطمینانمون بیشتر میشه و ما خوشحالیم که چنین وکلای خوب و قابل اطمینانی داریم که سالیان سال تونستیم در کنارشون همکاری کنیم. اجازه بدین یکی از دوستان خوب رو به شما معرفی کنیم که آمده اینجا. بالاخره بدون ایدی هم که نمیذاریم بره، حتما ازش ایدی هم میگیریم. هم دست و دلبازه، هم خوش اخلاقه، ایدی گرفتن ازش کاری نداره. آقای احمری نازنین رو در استودیو دارم. عرض ادب و احترام به شما دارم. خیلی خوش آمدی. مرسی، مرسی. به شما هم همینطور. خب هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا و شنوندگان خوبمون در شهر تورنتو همراه ما هستن. اسم شما رو زیاد از من شنیدن در برنامه ها، آقای علی احمری، وکیل موفق. ولی امروز که آمدی به استودیو، خب میدونم شرایط خاصه دیگه، این روزا همه میترسن جایی برن، ولی خب شما اومدی و قبول کردی، قبول زحمت این که همراه ما باشی در برنامه های نوروزی، پیام هموطنان رو براشون بفرستی و بگی که کنارشونی. اینا خیلی مهمه، اینا نکته هاییه که اینجاها مشخص میشه تفاوتا. اما همکاری ماها، همکاری که در سالهای گذشته با هم داشتیم و داریم، سالی که گذشت کمتر ما دیدیمت، بیشتر تلفنی حرف زدیم، بیشتر از طریق ایمیل کار کردیم. خودت چه تجربه ای داشتی از سال گذشته؟ مسلماً سال سختی بودش. بالاخره دفتر برای مدتی بسته بود بخاطر شرایطی که کووید بودش، بالاخره نمیتونستیم تو دفتر باشیم. تکنولوژی رو خیلی استفاده کردیم، روی زوم بودیم، روی فیس تایم بودیم، روی واتساپ بودیم، روی آیمو بودیم به قول معروف. ولی خب بالاخره لازم بودش که دفتر رو باز بکنیم. کار دفتر هنوز هستن. در کنار کار حقوقیمون بالاخره باید مطمئن بشیم که دوستان سلامتشون به قول معروف تیکر داره میشه، از هند سانیتایزر گرفته، ماسک گرفته، تمیز کردن دفتر چندین بار به قول معروف و مسلمان آخر روز هر روز بالاخره تمیز داشت میشدش. بالاخره مراقبت ویزا رو باید رعایت میکردیم. مسلمان کمی سخت‌تر بودش، ولی خب با توجه به شرایطی که هستش بالاخره دوستانم ساپورت کردن. سال مسلمان سختی بود، بالاخره دست دوستان و هموطنان درد نکنید، خیلی ما رو ساپورت کردن. مسلمان در این راه طولانی که بودش با اصلا باور نکردین است که یک سال واقعا گذشتش. سال قبل طور بر مارش بودش که فکر کنم ما هم دیگر رو دیدیم. بله، که سر این سفره خیلی راحت نشسته بودیم و یک سال گذشت به سختی، ولی خب کماکان ادامه داره هنوز همین چیز. بله، و آغازی دوباره. بهار حسنش اینه که پر از عشق،
پر از نو شدن و یک به هر حال زندگی جدید برای ما ایرانی ها به هر حال تجربه آسونی نبوده، علاوه بر تجربه جهانی که کووید برای همه به جا گذاشته، برای ما ایرانی ها یک کمی هم شاید خیلی بیشتر تجربه های تلخ همراه داشت که حالا حتما بهش اشاره خواهیم کرد. ولی عیده و به هر حال این که گفتی آفیست باز موند کماکان و واقعا سرویس دادی، من شاهدم. یک روز خودت هم آفیس نبودی، من برای دراپ کردن آیه پرونده‌ای که باید می آوردم براتون مدارکشو تحویل بدم، واقعا وقتی اومدم آفیس مات موندم، چون به هر حال یک آفیس خیلی بزرگ و میز و صندلی‌های خیلی خیلی طرح تردیشنال و قدیمی شیکی داری، همه رو به این برده بودی، همه اون شو با فکر کنم این اسپری‌ای که می‌زدی، الکلی که بهش خورده، الکلی که بهشون خورده، مثلا من هر رنگو می‌بره، الکل 100% استفاده کردی، یه دو مورد استفاده کردیم. بله خب اول کاری یکم بگم ناشی گریم توش بودش، ولی خب بالاخره الکل رو باید میکس بکنی 100% و به 70% حداقل برسونی. ولی دقیقاً بالاخره روز اول خیلی اسپری ها گیر نمی اومدش، بالاخره الکل بالاخره یکی از بهترین، یعنی قشنگ مدرک داری که تمیز کردی، همه جو تمیز هستش. دقیقاً رو میز خودم به قول معروف یه قسمتش کلا سفید هست انقدر که الکل بهش خورده، دیگه چاره ای نیستش. بله وسواس هم هستی، بله، تا اینکه خدایی نکرده یک نفر حتی بخواد بیمار بشه. خب خدا رو شکر این روزها به خیر گذشت، بیشتر هم به خیر خواهد گذشت. اما اینکه گفتم ما ایرانی ها به هر حال تجربه تلخ تر از کووید هم داشتیم، سقوط هواپیمایی که در سال به هر حال ژانویه بود دیگه، چیزی هنوز ازش، هنوز به نظر من جاویه گذشته، هنوز این داغ همیشه خواهد بود، این داغ همیشه یادآور خاطره تلخی خواهد بود، مخصوصا برای خانواده های بازمانده. ولی یادمه که سال گذشته رو خیلی درگیر این پرونده هم بودی، چی کار میکردی باش؟ اول که جا داره که از تمام خانواده هایی که داغدار هستن، بالاخره سال نو هستش، ولی بازم بالاخره جای دوستان خانواده برادر خواهر خالی هستش، ما باشون همدرد خواهیم بود 100%. ولی بله چندی خانواده رو من بهشون کمک کردم برای کارهای انحصار وراثتشون، بهشون کمک کردم برای کار ویزاشون، بلا استثنا برای همه ما تونستیم ویزا بگیریم. یکی دو مورد بودش که رد کردن و بالاخره یه خوبی که با وکیل میشه کار کردیم که سریع بتونیم اپیلش بکنیم، و بلا استثنا برای همشون ما قبولی ویزاشون رو گرفتیم. برای پدر مادر رو و بعضی برای تا برادر خواهر رو پدر ویزای روسی گرفتیم که بتونن تشریف بیارن. تمام کارهای انحصار وراثتشون رو داریم بهشون کمک خواهیم داریم میکنیم، چند تاشون به تقریبا انجام شده، برای چند تا دیگه هنوز بالاخره کار داره. راه آسونی نیستش، هم از مدارکی که لازم هست به دادگاه فایل بشه و کارهای بعدیش باید انجام بشه. ولی بله یه اتفاق روتین نبود، دقیقا حادثه 100%. ولی خوبیش اینه که تونستیم برای همشون بلا استثنا کارشون رو انجام بدیم، برای همشون بتونیم ما بلا استثنا بتونیم ویزاشون رو براشون بگیریم. خیلی عالی، ما هم تشکر میکنیم ازت. بله تو صحبتت اشاره کردی که حسن کار کردن با وکیل اینه که واقعا من بارها گفتم ببینید مهاجرت رو خیلی حالا چون ما با هم کار مهاجرت زیاد انجام میدیم، مهاجرت یکی از بخش‌هایی که در حالا دفاتر وکلا شاید به خاطر اینکه وکیل هم کسی نباشه، مشاورین هم انجام میدن دیگه، حالا من به سرویس‌های دفتر شما خواهم رسید، ولی مشاورین هم انجام میدن، خیلیشون هم تجربه خوبی دارن، خیلی هم واقعا خوب کار میکنن و اصلا این کار تجربیه، اطلاعات خوبی میخواد. ولی یا خود شخص، خیلی وقتا خود شخص حتی میتونه اداره مهاجرت این اجازه رو به شما میده که خودتون برین پرونده خودتون رو باز کنین، ولی مثلا اگر یه اتفاقی توی جرمای جنایی برای شما بیفته خیلی کار راحتی نخواهد بود، حتما شما وکیل میخواین تو خیلی از موارد. حالا مهاجرت این حقو داده به مردم، ولی چرا کیسا خراب میشه یا به خاطر نداشتن تجربه کافی و میگن حتما وکیل بگیرین؟ چون اگه کیس مشاور هم به بنبست بخوره، من دیدم بارها مشاورین مجبور شدن یه وکیل رو هایر کنن که کیسشون رو ببره اپیل کنه دیره. یا ببره دادگاه. اینه که خب
از ابتدا وقتی که وکیلی رو که میشناسین مطمئن هستین، خب این اتفاق همه میتونه توی دفتر انجام بشه و هیچ به هیچ مشکلی نخوره که اصلا بخواد اپیل بشه، و اگرم بخوره خب خود وکیل مسئوله و خیلی اون این مهمه دیگه. فکر کنم این ارتباطه و اطمینانه خیلی مهمه، این دیگه از بخش تجاری میره بیرون، برای وکیل فقط بیزینس نیست. دقیقا نکته خیلی مهمیه شما اشاره فرمودید. یک، تمام اطلاعاتی که به قول معروف در دسترس هستش برای عموم روی وبسایت خود دولت هستش. چیزی نیستش که من دارم از خودم در میارم، یا به قول معروف بعضن یک کلاین زنگ میزنه میگه که فلان شخص همچی حرفی زده که میگن چقدر این زیاده. دقیقاً اینو میگه. بعضی اتفاق میفته که میگن که شنیدیم که اگه به فرض یه خونه ای من بخرم باش داره ویزا میاد. ما هم چیزی فعلا نداریم. حالا شاید تو ترکیه هستش، یا نداشتیم. دقیقاً. یا شاید توی نمیدونم قبرس هستش، تو کانادا ما هم موردی نداریم. اولا که تمام اطلاع رو وبسایت خود دولت هستش. یعنی قبل از اینکه شما بخوای با یه وکیل کار بکنی، بخوای با یک ایمیگریشن کانسالتینگ مشاور مهاجرت کار بکنید، تمام اطلاع رو وبسایت خود دولت هستش و خوشبختانه با استفاده از گوگل ترنسلیت شما میتونید سفر رو اصلا برای خود ترجمه بکنید، ببینید که چه نکاتی رو اونجا گذاشتن. پس چیزی نیست که به قول معروف شما دسترسی بهش نداشته باشید. اون یک. دو، بله، با یه وکیل کار کردن شاید یک سری خوبیایی داشته باشه که بالاخره اگه به فرض اتفاقی افتاد به هر دلیلی کیس ریجکت شدش یا ریفیوز شدش، یه وکیل میتونه اون رو برگردونه توی دادگاه و بتونیم قبولی رو بگیریم. منظور که بالاخره من شما قلی میگم حتما باید با یک وکیل کار کرد، نه با مشاور حقوقی. بعضن خیلی هستن که تو دستن کار هستن و سالها تو این کار هستن و شما فهمیدین تجربه کاری خیلی خوبی هم دارن، نیچه حرفی تو اون کار نیستش. ولی خب بالاخره وکیل شخصی هستش که حداقل لیسانس حقوق داره و سالهای تجربه کاری به عنوان یک وکیل داره و اگه مشکلی توی دادگاه هستش وکیل میتونه کیس رو ببره توی دادگاه مسلمن. اون خوبیاش هستش. بله، مزایا مطمئنا ضرر نداره. دقیقا. و خیلی به هر حال اینجا بهش میگن پروتکت، شما رو در واقع کاملا حمایت میکنه و در امنیت واقعا خاطر هستید. اصلا اصولا وکیل برای همه میگیرن دیگه، چرا وصیت نامه، چرا مثلا بیمه. خیلی اتفاقا این اتفاق بده که خاطره خیلی بدی برای ما گذاشت، ولی خیلی درسام به ما میده دیگه که اگه ما خیلی چیزا رو درست انجام بدیم از ابتدا دوچار گرفتاری نمیشیم. و اینا همه چیزاییه که ما میگیم فکر مونیم هیچ وقت برای خودمون اتفاق نمیفته و کیسام همینه دیگه. ما روزانه داریم میبینیم چقدر گرفتاری دارن مردم، مخصوصا چون برنامه ما در ایران پخش میشه، مسلما صحبت‌های مردم بیشتر به گوش ما میرسه و متوجه هستیم که چی داره میگذره در ایران یا در خود اینجا. اینجا هم ایران کوچک دیگه، تورنتو هم خودش ایران کوچولو پرماجرا پرماجراه. بله، خب بفرمایید که آقای احمدی، با توجه به اینکه خب من در آفیس رفت آمد دارم و که میدونم چه سرویس ها و چه کیس هایی رو انجام میدیم، ولی خب همه دوستان که نمیدونن، یک دور بریم و ببینیم که آفیس شما چه خدماتی رو انجام میده. صد درصد. خب در کنار کار مهاجرت که تمام کار مهاجرتی رو ما انجام میدیم، تمام کارهایی که در مورد خرید و فروش ملک هستش، حالا خرید هست فروش هست یا بعضا بهش میگن ریفایننس که شما یک وامی از یه بانکی داری، اون بانک اون وام شما داری پرداخت میکنی، یه وام دیگه داریم میگیریم بهش میگن ریفایننس، دارین انجام میدین. تمام کارهای شرکتی هم از تشکیل یک نو کورپوریشن، قرارداد بین شرکا، تمام اون کارها ما خودمون انجام میدیم و تمام کارهای انحصار وراثت هستش، حالا وصیت نامه هستش انجام میشه و نوشتن هر نوع قراردادی، مثلا قراردادهای بزنسی که لازم هستش. همونجوری که فهمیدین ما تقریبا توی قلب جامعه ایرانی هستیم. جامعه ایرانی جامعه کاملا موفقی هستش توی کانادا، بزنس‌های کاملا موفقی هستند. تو خیابون یانگ استریت وردان یانگ معروف در واقع وردان یانگ معروف، دقیقاً بزنس‌های کاملا موفقی ایرانی هستند. و ولی اینکه به قول سال پیش سال واقعا سختی بود، ولی بازم دیدین که جامعه ایرانی جامعه کاملا موفقی هستن و بالاخره ما هم در کنارشون هستیم. در تمام کارهای بزنسی رو من دارم انجام میدم، بعضا دعاوی خانواده رو من انجام میدم، مخصوصا برای نوشتن قراردادهای جدایی. مسلمان برای جدا شدن مثل ایران نیست که بگم فقط شما یک دادگاه بخواییم بدون سری فقط یک یونت قرارداد یا یک یونت
طلاق نامه رو شما فایل بکنین و تموم بشه محضر برن و همینجوری چیزا ما نداریم. بلکه پروسه قانونی خودش هستش. قراردادی معمولا نوشته میشه به عنوان سپریشن اگریمنت یا قرارداد جدایی بین طرفین که تمام جوانب رو توی یک قرارداد در بر میگیرن و بعدش اقدام میکنن برای طلاقش. خیلی هم عالی، چون این دیگه واقعا کمترینشه. من میدونم خیلی بعد از طلاق هم که فکر کردن توافقی طلاق گرفتن، بعد از 3 تا 4 سال هم دیگه رو سو کردن. یعنی اینقدر باید مطمئن باشین که وکیلتون وکیل درست انتخاب کردین و حتما برین پیش وکیل، این حقو از خودتون نگیرین. چون بیشتر اون موارد خیلی از خودتون دیدم که متأسفانه تو جامعه خودمون کسی هستن که دارن کمک میکنن به افراد برای نوشتن قرارداد جدایی، نه صلاحیتشو داره نه اصلا وکیل هستش و به قول معروف داره کمک میکنه بهشون که قراردادی بین خودشون بنویسن، نه تمام جوانب رو در نظر گرفتن، مخصوصا که فرزندی دارن بین خودشون که 100% باید هر طرف باید یک نوع وکیل داشته باشه طرف خودش. درسته، وگرنه گرفتار میشین. این یعنی قوانین این مملکته. به شما حتی این اجازه رو میده بازم برین فرمو مثل مالی. چرا اداره مالیات اجازه میده مالیات ها رو خود شخص پر کنه؟ حتما نرین پیش حسابدار، به خاطر اینکه از خداشه که شما پول اضافه از دولت پس نگیرین. طلاق هم همینه، شما میتونین باور کنین اگر که شما برین طلاق خودتون درست توافقیه، ولی باور کنین که گرفتاری خیلی زیادی براتون به جا میذاره، چون هزینه زیادی نداره این فرم و درست پر کردنش و قانونی انجام دادنش. از هزینه آنچنانی نداره، هزینهش حداقل به اندازه یه خراب کردن یک زندگی نیست، ابدا نیست. ولی من دیدم موارد بسیار زیادی که بعد از چند سال جدایی کسا میگن خب این تموم شده، ما اصلا فرما رو پر کردیم، ما طلاق گرفتیم، همدیگر رو سو کردن و گرفتاری داره. اون موقع تازه یه عالمه خرج برای شما داره که ثابت کنین درسته یا غلطه. بله، حتی اگه بخواییم بیگناهیتون رو ثابت کنین، اینه که حتما این کار رو بکنین، حتما وکیل بگیرین. اینکه وکیل خوب داشتن هم به هر حال وکیل هم ما ماشاءالله تو جامعه ایرانی خیلی داریم. و خب انتخاب هم مثل هر شغل دیگه زیاده. ولی من همینجا چون به هر حال نوروز هم هست و عیدی هم گفتیم ازت میخوایم بگیریم و حتما و اینا، نه این تعریف ها رو برات نمی کنم که عیدی خیلی بهمون بدی، تعریف میکنم چون واقعیته و باورم اینه. یکی از اونایی هستی که آدم اگه حرف پشت سرش نباشه هم خیلی بده، آدم باید یه چیزی پشت سرش باشه که بالاخره نمیشه که آدم اینقدر خوب باشه، ولی واقعا حرف پشت سرت نیست. خیلی ازت خوب میگن، خیلی دوستت دارن، خیلی احترام تو همه دارن، حتی میان همکارانت. یکی از وکلای آروم شهر ما، یکی از وکلای با عدالت شهر ما به قول اینجا یا فر، خیلی خوب کارشو درست انجام میده، کاری به کاری کسی نداره. میگم میان همکارات هم خیلی تعریف ازت میشه، ولی این خیلی مهمه که یک من فکر کنم هر شغلی برمیگرده به بک‌گراند شخصیتی آدم و اون حس و حالی که تو کارت به کار میگیری. این خیلی خوبه، ما خوشحالیم که دوست خوبی هستی، وکیل خوبی هستی، به مردم رسیدگی میکنی، عادلی و واقعا رو قسمی که خوردی انجام میدی. میگم اینی هم که پشت سر آدم حرف نباشه خیلی خوب نیست، یه چیزی باید باشه. ولی آفرین، خیلی خیلی متشکرم. همچنین فهمیدین رو وکلای زیادی هستند، خوشبختانه بالاخره هر وکیلی اسپشیالایز میکنه توی یک قسمتی، توی یک مورد قانون. بالاخره حالا یکی تمام وقت داره کار مهاجرت انجام میده، یکی تمام وقت داره کار خانواده داره انجام میده. ولی خب همونجوری که گفتم جامعه ایران جامعه کاملا موفقی هستش. بالاخره خیلی دوستان وکیل توی کار هستن و خیلی هاشون هم به قول معروف نسل دوم یا سوم توی کانادا هستن که توی به قول معروف دفاتر خیلی بزرگ وکالت توی کانادا دارن کار میکنن و مثل بچه خود من، مثل دختر خودتون. دقیقا تو ایرانی ها نیست. دقیقا فارسی رو بلده ولی ترجیح میده فارسیش رو صحبت نکنه یا به انگلیسی کاملا صحبت بکنه. 100% کارشلری فرهنگی ایرانی هستن ولی خب راه و روش بگم کاملا کانادایی هست. هر کمکی هم باور کنین آن ساید میتونه به همه راهنمایی کنه، ولی خب لافرمی که به هر حال خودت میدونی لافرمای بزرگ دانتان یا مسئولیت های خودشونو دارن دیگه، به قول خودت اسپشیالیست. خب
فقط کوپریت کار میکنه. کاملا دقیقا. اینه که کاملا درست میگی. در کاملا. رو همون اساس بود که من با یکی از دوستان خیلی شورت کوتاه بگم که یک دونه پلتفرمی به اسم فیسلا درست کردیم که آمدیم اسم وکلات دوستانی که دارن بهمون دارن جوین میکنن. اسم وکلات، اسم مشاورین حقوقی و پارالیگال رو داریم میذاریم. هر کدوم زیر کاتگوری خودشون هستش که به افراد شما میگی که من دنبال یک وکیل میگردم توی منطقه ترون هیل یا مثلا مارکام که فارسی و انگلیسی بلد صحبت بکنه و فقط در مورد املاک یا در مورد مسئله خانواده هستش و اسم اون شخص میاد بالا که میتونیم باهاشون چیزی صحبت بکنید. یه خوبی که داره فهم مطمئن میشین که این شخص واقعا وکیل هستش، واقعا پارالیگال هستش یا مشاور اموری هستش. بعضی مخصوصا تو کار مهاجرت خیلی هستن که اصلا نه لایسنس دارن نه به قول معروف چون هر دلیلی هاشون رسیده به کانادا فکر میکنن که دیگه قانون مهاجرت بلد ایران هستن. که همه وکیل مهاجرتن، اصلا وکیل مهاجرتن. جالب اینه که این لغت وکیل این اصلا همچیزی ما نداریم، اصلا واژه‌ای نداریم که فقط وکیل شده فقط برای کار مهاجرت. نه، به عنوان وکیل شما تمام ایره حقوقی رو میتونی انجام بدی، حالا مهاجرت یکی از راه‌ها هست. ولی خب کسایی هستن که بدون لایسنس دارن این کار رو انجام میدن. حالا یکی دوتا کیس هم همجوری اول صحبتم صحبت کردم، شما رو وبسایت دولت بریم شما هم فرمودید تمام اطلاعات اونجا هست، فرمام اونجا هست، چیزی نیست که بفرتون فرما رو فقط من دارم یا یکی مشاور حقوقی دارش، دسترسی برای همه هستش. منظور که باید با یک کسی کار بکنی که بالاخره تو همین کار هست، لایسنس داره و پولی که داری بهش پرداخت میکنی بدونی که واقعا فرد روز اتفاقی افتاد بالاخره کجا باید بری شما به یه جا دستتون به قول معروف بند هستش. دقیقا. بله. دقیقا. خیلی ممنون ازت، مرسی که آمدی، مرسی که نوروز رو با هموطنان عزیزت گذروندی. یک لبخند بر لب شما هموطنان گرامی برای ما یک دنیا میارزه. خیلی براتون آرزوهای خوب داریم، مخصوصا سلامتی که دیگه این روزا فکر کنم خیلی ها قدرشو بدونن. هر چقدر بهش فکر نمی کردیم سال گذشته خیلی به سلامتی فکر کردیم که چقدر با ارزشه و باید قدرش رو بدونیم. تا دیدار بعد که انشالله برای جشنهای بهتر و بزرگتر باشه و یا پرونده های دیگهی که با هم کار خواهیم کرد. میدونم استارتاپ هم خیلی الان فعال هستی. استارتاپ خیلی فعال هستیم، برای چندین از دوستان خیلی موفق بودن توی بعضی از کیس ها، ما حتی برای کلانت هم توی کسی مسابقه شرکت کرده بودن که جایزه ای گرفتن. چقدر خوب. فکر کنم یه برنامه رو اصلا اختصاص بدیم به اینکه بیای در سال جدید، به هر حال نوروزی خودمون، سال جدید خورشیدی خودمون بیای که اصلا راجبه، چون این ارزشش رو داره. خیلی ها متقاضیان، خیلی هم الان نمیدونن واقعا جریانش چیه. خیلی ها فقط میان میگن اگه هیچ رای نداری از استارتاپ میاریمت، ولی خب این واقعی نیست. نه کاملا میگن که اگه پول داری استارتاپ. نه، آیا شما بک‌گراندش داری، آیا ایژوکیشنش داری، آیا زبان در اون سطح هستش. فقط پول نیستش که چون شما به فرض میگم 150,000 دلار 200,000 دلار یه پولی داری میتونی یه استارتاپ به هیچ عنوان کبک سابق نیستش. کبک اندازه 150 تا هم نبودش. دقیقاً. حتما یه برنامه رو اختصاص میدیم که به طور کامل تر برامون بگن، چون حیفه، این میدونم متقاضی زیاده و اطلاعات راجبش خیلی پراکنده است. اطلاعات دقیق رو میتونیم ازش بگیریم. با سپاس دوباره با جناب آقای احمری، اگه میخواین تماس بگیرین هست، اطلاعاتی که بخواین همه در وبسایتشون هست، شماره ما براتون گذاشتیم که مستقیما میتونیم بهشون زنگ بزنین، 416-800-0808. مشکرم از شما، خوبی داشته باشین، صحبتتون واقعا زیبا هستش. دوستان همه و همه وطن عزیز، کسی که مخصوصا سپورتمون کردن، دستون واقعا درد نکنه. متشکرم. مرسی. شما همینطور.